بسم الله الرحمن الرحیم با کمک الله متعال ما شما رسیدیم به درس 15 در این درس ما شما علامت تشدید را با هم میخونیم. قبلا ما شما گفتیم که در قرآن کریم برخی علامت هایی را ما شما میبینیم، این علامت ها چگونه تلفظ میشن. در درس قبلی ما شما علامت ساکن را با هم خواندیم، حالا در این درس ما شما علامت تشدید را میخونیم. این علامه که شما میبینین به این علامه گفته میشه علامه تشدید یا شد. هرگاه در بالای یک حرف علامه تشدید وجود داشت، تشدید در اصل به معنای سخت کردن یا تلفظ شدید هست. هرگاه در یک حرف این علامه قرار داشت، او حرف به شدت تلفظ میشه و حرفی که دارای علامت تشدید باشه مثل ساکن به کمک حرف قبلی خوانده میشه، به تنهایی خوانده نمیشوند. ساکن و تشدید هر دو به کمک حرف قبلی خوانده میشوند، منتها فرقشانی هست که در حرکت در علامت ساکن گفتیم که شما حرف قبلی را در بالای حرف بعدی میگذارین، آهسته قرار میتین و استاد میشین، ولی در علامت تشدید حرف قبلی در بالای حرف بعدی به شدت گذاشته میشه و این حرکت داده میشه، استاد نمیشین. میبینین اینجا الیف هست، فتحه داره و با هم علامه تشدید داره و هم علامه فتحه. حالا چگونه تلفظ میکنیم؟ الیف را به شدت در بالای حرف با قرار میتیم، اب با اب با ات اس اج اح اخ. در اینجا ببینین حرف الیف و حرف دال هم تشدید داره و هم حرکت کسره، ادی اذی اری ازی اسی اشی اصی. اینجا ببینین حرف الیف هست، حرف ضاد تشدید داره و علامه پیش داره، حرکت پیش داره، ازو اطو ازو اعو اغو افو اقو. گاهی میشه که در یک حرف هم علامه تشدید وجود داره و هم تنوین، دو زبر، دو زیر یا دو پیش، به این شکل تلفظ میکنیم. اکن، اینجا بینین کاف هم تشدید داره و هم دو زبر، اکن، الان، امن، انن، اون، اهن، این. به این شکل اگر به جای حرف الیف حرف دیگری قرار داشت که او حرکت داشت و حرفی ما بعدش تشدید داشت، به این شکل شما حرف اولی را در بالای حرف بعدی تشدید دار به شدت میگذارین و تلفظ میکنین. این مثال ها را ببینین، یا تا قدما یا تا قدما، او یا تا اخرا، خا تشدید داره، اخرا، و اینا و اینا، لا نعلمو ان منکم مکذبین فی ریب مما نزلنا بسورة من مثله ممن معك. به همین ترتیب شما برین قرآن کریم را باز بکنین، ضمن درسهایی که ما شما از مراحل اول تا این مرحله خواندیم تمامش را تمرین بکنین. ببینین قال فذهب
قبلا خواندیم که در بالای یک حرف ای علامه صاد خورترک وجود داشت، خوانده نمیشه. ای حرف دال ساکن هست، فار همراه دال یک جای میکنیم، فل هب ف این نه این نه. ببینین حرف نون تشدید داره، شدید تلفظ میکنیم. این نه لک فیل، اینجا هم حرف الیف خوانده نمیشه، فیل ه یا تی. واو هم ببینین در بالاش حرف الیف خورترک هست، واو خوانده نمیشه، الیف خوانده میشه. حیاتی ان تا قولا لا می سا س و این نه لک مو عی دل، اینجا تنوینه با لام یک جای میکنین، مو عی دل لن تخ ل ف هو ون زر ایلا ایلا هی کل ل ذی ظل ت علیه آکی فل لنحری قنه ثم لنن سیفنه فیل یمی نسفن. به همین ترتیب شما حرکت ساکن و حرکت تشدید را هر قدر که میتونین بیشتر تمرین بکنین و با آموزش ای علامت ها انشالله که دیگر هیچ مشکل شما در روخانی قرآن کریم ندارین. یک درسی دیگری ما شما باقی مانده که با هم در روزی بعد میخوانیم. خدا حافظ.